هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، سلام بر شما. در یک برنامه دیگر 360 درجه در خدمت شما نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادها و تحولات میهنمون. بحث و بررسی امروز ما اختصاص داره به نمایش رنگ و رو رفته و دجالگرانه امروز رژیم که سارقان انقلاب بهمن برای سرقت این انقلاب به راه انداختن. بعد در بحث و بررسی خودمون خواهیم دید که چرا رژیم اینقدر به چنین نمایشی و به بزرگ نمایی میلیونی در مورد این نمایش رنگ و رو رفته نیاز داره. واقعیت و پشت پرده این نمایش چیه؟ آخوند روحانی به عنوان سخنران این نمایش تبلیغاتی روی چه نکاتی تاکید کرد؟ حرفای او در رابطه با مذاکرات اتمی آیا در چارچوب همگرایی با خامنه‌ای و حرفای سه روز پیش او بود یا بیانگر شکاف بود؟ موضوع دیگر، گزارش دوم خودمون رو اختصاص دادیم به فاجعه زیست محیطی که سراسر میهن عزیزمون رو فرا گرفته و این روزها این مسئله با هجوم گرد و غبار به 7 استان کشور وضعیت خاصی پیدا کرده و در این میان خوزستان و شهر اهواز وضعشون از همه جا حادتره و به صورت یک فاجعه در اومده. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به ابعاد این فاجعه ملی، چرایی اون و اینکه آیا این یک مسئله طبیعی و خارج از حیطه اختیارات حکومته یا یک تخریب در طبیعت صورت گرفته. اعتراضات مردم و هموطنان اهوازی ما که ریشه و علت این مسائل رو در چه چیزی میدونن؟ امروز رژیم نمایش زورکی خودش رو که از یک سال پیش در تدارک اون بود به ضرب اجبار و تهدید اقشار مختلف مردم و به اعتراف خودش با وارد کردن جمعیت از استانهای دیگر به تهران برگزار کرد. سخنران امروز هم روحانی بود. محورهای اصلی صحبت روحانی چی بود و چه مسیری رو در مورد مذاکرات هسته‌ای رژیم ترسیم کرد؟ نمایش 22 بهمن، کوه موش زایید. با 6 سال از خواست مردم ما برای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ایران گذشت، اما آرمان ملت ما همچنان استقلال است و آزادی است و جمهوری اسلامی. و اگر در فروع و اجرا چیزی مورد نظر باشد، باز هم در چارچوب جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخابات و صندوق آراء مردم خواهد بود. استقلال به معنای بیگان ستیزی یا بیگان حراسی نیست. استقلال به معنای آن است که ما روی پای خود ایستاده ایم. اون روز که در میدان جنگ رزمندگان ما می جنگیدند پشت جبهه، همه مردم پشتیبان رزمندگان عزیز ما در جبهه‌های نبرد بودند. هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. امروز هم اونها که در میدان دیپلماسی مشغول مبارزه هستند، همه ملت بزرگ ما و راهبر بزرگ این انقلاب از این جبهه پشتیبانی می کنند. امروز تنها دشمنان این ملت با میز مذاکره مخالفند. انقلاب اسلامی ما از آن همه ملت ایران است، نه مربوط به قوم خاصی هست، نه مربوط به قشر خاصی هست، نه مربوط به جناح خاصی هست. ملت
یک پارچه قیام کرد و این انقلاب را به پیروزی رساند و امروز با افتخار به ملت ایران اعلام می کنم که ما در 6 ماه اول امسال دارای رشد 4% بودیم تا همه جهانیان بدانند ملت ایران قدرتمند و با کفایت در مسیر پیشرفت راه خود را ادامه خواهد داد. در زمینه نفت و در زمینه سایر مسائل اقتصادی ما رشد قابل توجه داشتیم، ما کاری کردیم تا رونق اقتصادی در این کشور آغاز شود. اولین مسیر سهولت کسب و کار و زدودن موانع برای رونق بود. در طول 1 سال گذشته توانستیم بخشی از تحریم‌ها را کنار بزنیم، تحریم‌های غلط و ظالمانه، و شما می‌دانید قریب 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران که به ناحق بلوکه شده است آزاد کردیم. شما می‌دانید دور زدن تحریم را ما در طول 1 سال گذشته تسهیل کردیم. شما می‌دانید جلو ادامه تحریم نفتی که امریکا ظالمانه دنبال اون بود گرفتیم، و همونطور که این دولت از ابتدا اعلام کرده است هم سانتریفیوژها خواهند چرخید و هم اقتصاد کشور، و به این تعهدش دولت ادامه خواهد داد. میدانید دولت جمهوری اسلامی ایران در 1 سال گذشته با قدم‌هایی که با همت مردم برداشته است ایران حراسی و اسلام حراسی را کاسته است، به جهانیان روشن کرده است که منطقه ایران در برابر دیگران و بیگانه و غرب همون منطقه نامه امام به گورباچوف و نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب است. ما با منطق با دنیا سخن میگوییم، ما با همین منطق راهمون را ادامه خواهیم داد. خب، گزارشی که دیدیم حاوی صحنه‌ای از راهپیمایی و نمایش امروز بود همراه با بخشایی از حرفای روحانی. اما محتوای حرفای روحانی چه بود و در رابطه با بحران گریبانگیری رژیم چه چیزی رو مطرح کرد؟ در این رابطه گفتگوی داریم با آقای علیرضا مدنچی. آقای مدنچی، با عرض سلام خدمت شما. سوالم اینه که حرفای روحانی رو شما در سخنرانی امروزش چطور ارزیابی میکنید؟ من هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این نمایش رنگ رو رفته ای که امروز شاهدش بودیم رو رژیم از مدت‌ها پیش داشت براش تدارک میدید، و به خصوص بعد از حرفای چند روز پیش خامنه‌ای که جواب همه ذلت رژیم رو در مذاکرات هسته‌ای به نمایش 22 بهمن احاله کرده بود، و به خصوص بعد از اینکه کارگزاران رژیم هم از پیش اعلام کرده بودند که قرار 4 میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کنند و حتی اعتراف کرده بودند که از سایر استانها هم میخوان جمعیت وارد کنند، خب انتظار این بود که این نمایش متفاوت از سالهای پیش باشه. اما اونچه که ما در تلویزیون رژیم دیدیم، نمایش امسال نه تنها چیز بیشتری نداشت، بلکه شاید حتی پایین تر از نمایش‌های ورشکسته قبلی هم بود، و در واقع میشه گفت که کوه موش زایید و این نمایش تبدیل به تصویری شد از فلاکت و درماندگی رژیم. شاخصش هم اینه که رسانه‌های خبری دنیا رو جدی نگرفتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی که مخابره کرد گفت که روحانی برای یک جمعیت چند هزار نفره سخنرانی کرد، و خبرگزاری رسمی رژیم هم که دوست و متحد رژیمه و به قول رژیم جزو رسانه‌های استکباری و صهیونیستی نیست، تعداد جمعیت رو در تمام کشور صدها هزار نفر اعلام کرد. جالبه که رژیم پیشاپیش خودش رقم 40 میلیون نفر رو اعلام کرده بود،
و به این ترتیب این نمایش بیدمغ فکر میکنم که هیچ دردی اونطور که ولی فقیه وعده داده بود از ذلت رژیم درمان نکرد. حرفای روحانی وجه دیگری و وجه سیاسی وضعیت فلاکتبار رژیم رو به نمایش گذاشت، چون که او هم هیچ چیز جدی برای عرضه نداشت. یک مشت ادعاهای مسخره خودش رو در زمینه اقتصادی تکرار کرد که حتی در خود رژیم هم تبدیل به مسخره و جوک شده، و به قول روزنامه حکومتی معلوم نیست که اگر این ادعاها واقعیه چرا هیچ کس اون رو نمیبینه و در زندگی خودش احساس نمیکنه. یکی از دروغ‌های لورفته روحانی در این زمینه درباره مسئله ریزگردها بود که روحانی با وقاحت تکرار کرد که این ریزگردها در استان‌های غربی کشور و در خوزستان منشأ بیرونی داره و از کشورهای همسایه میاد، در حالی که مقام‌های خود رژیم گفتند که از 11 کانون این بحران ریزگردها 9 موردش داخلیه. بله، در زمینه سیاسی چی؟ به خصوص روحانی در مورد بحران هسته‌ای بعد از حرفای خامنه‌ای چی گفت؟ در زمینه سیاسی روحانی در همین مراسم هم فرصت رو برای لگد زدن به باند رقیب از دست نداد، به خصوص اونجایی که با مقایسه مذاکره با جنگ تحمیلی حملات باند رقیب به مذاکره و تیم مذاکره کننده رو خیانت در پشت جبهه توصیف کرد و گفت که این بزرگترین خیانته و اونا رو با صهیونیستا مقایسه کرد. در مورد مسئله اتمی هم یک مشت کلیات و حرفهای کلیشه‌ای همیشگی رو تکرار کرد، مثل اینکه ما دنبال توافقی هستیم که پیشرفت و عزت ما رو حفظ بکنه و از این قبیل. آقای مدنچی، آیا حرفاش در زمینه اتمی و مذاکرات در چارچوب وحدت با ولی فقیه بود و یا در چارچوب تضاد باید اون رو دید؟ از حرفهای کلی نظیر اون چی که اشاره کردم اگر بگذریم، به نظر من حرفهای روحانی شکاف بین او و خامنه‌ای رو بیشتر نمایان کرد. اول اینکه روحانی به طور عجیبی هیچ اشاره‌ای به حرفهای خامنه‌ای نکرد و هیچ جمله‌ای از او رو که به نوعی خط قرمز اعلام کرده بود نقل نکرد. مثلا خامنه‌ای گفته بود که تحریم‌ها یک جا باید برداشته بشه، روحانی نه تنها به این نکته اشاره نکرد بلکه با ادعای اینکه تا به حال مقادیری از تحریم‌ها رو تونستیم از بین ببریم، این حرفای خامنه‌ای رو در واقع سوراخ کرد و نشون داد که تحریم‌ها تدریجی هم میتونه برداشته بشه. همینطور خامنه‌ای گفته بود که توافق بایستی یک مرحله‌ای باشه، روحانی عمدن به این هم هیچ اشاره‌ای نکرد. اگر بخوام به موارد شکاف و موارد اشاره کنم که از نظر خامنه‌ای مهم و پایه‌ای محسوب میشه اما روحانی هیچ اشاره‌ای نکرد، خب در حوصله این برنامه نیست. تنها اجازه بدید این نکته رو بگم که شاخص این شکاف و دوگانگی هم قطعنامه صادر شده این نمایش بود که یک جهتگیری کاملا متفاوتی از جهتگیری روحانی رو نشون میداد و حرفهای کاملا متفاوت رو در اونجا ذکر کرده بود، از جمله روی لغو همه جانبه تحریم ها و روی اعلام توافق فراگیر تاکید کرده بود و اینکه مذاکره کنندگان باید خطوط قرمز تعیین شده توسط ولی فقیه را به طور جدی و دقیق رعایت نمایند. خب به این ترتیب فکر میکنم که بایستی در انتظار باشیم که از فردا جنگ بین دو بان شدیدتر از پیش در بگیره. بله، خیلی تشکر میکنم از شما آقای علیرضا معدنچی. بینندگان عزیز، برنامه رو همراه با شما ادامه میدیم. این روزها نفس مردم تقریبا در همه شهرهای کشور گرفته و در این بین وضعیت خوزستان و اهواز به صورت فاجعه باری در اومده. گزارشی در این باره تهیه کردیم که اون رو میبینید.
اینا گوشه ای از بازتاب روزنامه‌های حکومتی درباره فاجعه زیست محیطیه که بر سر مردم 7 استان کشور به خصوص مردم خوزستان و اهواز آوار شدن. اما چیزی که خود مردم و قربانیان این فاجعه میگند گویاتره. اونها به ریشه این فاجعه هم اشاره میکنند. به تصویر این خودرو و اون چیزی روی اون رو با انگشت و روی غبار نوشتن نگاه کنید. ما خاک خورده مغرور جهانیم در خوزستان، ما خاک خورده مغرور جهانیم در خوزستان، زنده به گوران نگرانیم در این استان. از خاک به تن کفن خاکستری داریم، از امثال دزدان 3000 چشم یاری داریم. و باز هم روی این روزنامه و دردنامه مردمی اینطور میخونیم: یک روز سخن از آب و برق مجانی شد، لیک ندیدیم و خاک بر سرمان جاری شد. آب دریاچه کارون را بردند و به جایش خروارها خاک آوردند. اهواز 19 بهمن 93. بله، روشنتر و گویاتر و کوتاهتر از این درباره علت این فاجعه که همین رژیم و فساد و غارتگری هاشه، در شرایط اختناق مطلق چه چیز دیگه ای میشه گفت؟ البته مردم خوزستان و جوانای دلیر خوزستانی به این نوشته های خشم و اعتراض بر روی خاکی که این رژیم بر سرشون ریخته اکتفا نکردند. صدها نفر از اونها به خیابون ها آمدند و فریاد خشم و اعتراض سر دادند و حق مسلم خودشون رو که یک هوای پاک، طبیعت زنده و یک زندگی سالمه خواستار شدند. شعارها و حرفاشون رو که روی پلاکاردهاشون نوشتند بخونیم: نفت رو بردید، آب رو بردید، خاک و جا گذاشتید، زیر خاکی شدیم به سلامتی وزرا، کودکانمان را از حق طبیعی هوای پاک محروم نکن. این سومین تجمع مردم اهواز طی روزهای اخیر در اعتراض به بی‌اعتنایی کارگزاران رژیم آخوندی نسبت به آلودگی هوا بود. مردم با شعارهایی مثل اهواز شهر ماست، هوای پاک حق ماست، بهمن ماه، یوم الخاک یوم الخاک و مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا همراه بود. فاجعه فقط به اهواز محدود نمیشه و سراسر استان خوزستان رو فرا گرفته. مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست خوزستان با اشاره به اینکه گرد و غبار در استان رو به افزایشه گفت: میزان غلظت گرد و غبار در شهرستان ماهشهر در جنوب خوزستان به بیش از 10000 میکروگرم بر متر مکعب، یعنی 66 برابر حد مجاز رسید. چرا اینطوری شده؟ تیتر روزنامه حکومتی شهروند رو ببینید: 600 دریاچه کشور در حال خشک شدن. این خبر دهشتناک رو عیسی کلانتری، یکی از مقام‌های رژیم و وزیر پیشین کشاورزی، داده. البته واقعیت اینه که خیلی از این دریاچه‌های روزمینی و زیرزمینی در حال حاضر خشک شده و مردن. یکی از اونها دریاچه ارومیه است که خود رژیم میگه کمتر از 10% آبش باقی مونده و اونچه که باقی مونده دیگه اسمش آب و دریاچه نیست. به این ترتیب رودها و تالاب‌های کشور هم خشک شدن، از جمله رود کارون و تمام تالاب‌های استان فارس. این خاک که الان 7 استان کشور رو گرفته، از بستر خشک و خاک نرم این تالاب‌ها و رودها بلند میشه. پیش از این مقام‌های رژیم وانمود می‌کردن که این خاک از کشورهای همجوار، از عراق و عربستان و غیره میاد. اما بعداً خودشون اقرار کردن که از 11 کانون ریزگردها 9 کانونش داخلیه. بچه‌ان که روزنامه به طعنه نوشته بود که این ایرانه که ریزگرد به سایر کشورهای همجوار صادر میکنه. آب این رودها و تالاب‌های خشک شده کجا رفته و چی شده؟ سپاه پاسداران روی رودها سد ساخته تا از فروش آب و برق حاصله پول به جیب بزنه و آب اونها رو هم برای مزارع وابستگان رژیم مورد استفاده قرار بده.
اینه ریشه فاجعه‌ای که بر میهن ما آوار شده. با دیدن این صحنه ها و شنیدن این حرف ها بی اختیار یاد این شعر شاعر شهید فدایی سعید سلطانپور میفتیم که بر کشورم چه رفته است. واقعا این آخوندهای فاسد و غارتگر و پاسدارهای جنایتکار چه بر سر ایران این زیباترین وطن ما آوردن؟ این ارمغان سارقان انقلاب بعد از 36 سال حکومت بر این سرزمینه. اما همه چیز گواهی میده که روزهای این دزدان انقلاب به شمارش افتاده و باید از ته دل خوند و سرود که دوباره می سازمت ای وطن. خب هموطنان عزیز، برنامه امروز 360 درجه رو در همین جا به پایان می بریم و تا برنامه دیگر همه شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.